شاب بخير، ویلکم تو دی ویکلی زوهر کلاس. پرشای این هفته هست، دو تا پرشای این شبات میخونیم، پرشای ویکهل و پیکودی، دو تا آخرین پرشنای کتاب شموت. کتاب شموت که معروف به خخما، ویزدوم، we learn so much wisdom in this book. و این دو تا پرشا دارد ملخوت، نتیجه تموم درسای بوک اف شموت. Not only که ما به ملخوت شموت رسیدیم، there is another interesting point که ما یه تورای دومی هم در میاریم این شبات، چون که یک شنبه روش خودش ماه نیسان سال جدید رو داریم شروع میکنیم، 12 ماه جدید رو داریم شروع میکنیم، یک اکسترا تورام در میاریم که بهش میگن شبات خودش. اگه توجه کرده باشین، توی یک ماه آخر یا هر سال ما قبل از ماه نیسان 4 تا شبات های اسپشیال داریم و هر کدوم از این شبات های اکسترا تورا در میاریم. اولین اکسترا تورا واس شکلیم، بعد زخورت عملک دومیش بود، سومیش بود شبات پارا هفته پیش، و این شبات اکسترا تورایی که در میاریم این شبات خودش. به نظر میاد که یک دیزاینی شده برای ما که قبل از سال جدید، قبل از اول ماه نیسان که رئیس تموم ماهای سال، اولین ماه تموم ساله، 4 تا اکسترا تورا در میاریم، 4 تا اکسترا انرژی، 4 تا اکسترا درس رو یاد میگیریم که یه سال بهتری داشته باشیم. اون اولین تورایی که در آوردیم شکلیم از این level of ملخوت یا نفش، دومین تورایی که در آوردیم از این level of زرمپیم یا روح، سومین هفته پرشای پارا از این level of بینا یا نشما، و این هفته تورای دومی که در میاریم تو level خخما هست، again خخما تو لول خیا. قبل از سال جدید طوری که دیزاین شده، تموم اسپکت های ما تورا دیزاین میکنه که پیور بشه، که الیویت بشه. خیلی درس جالبی یاد گرفتیم تو شکلیم، تو زخور، تو پارا، و امشب هم راجب شبات خودش. تورا تو 4 لول میاد ما رو الیویت میکنه، اورنس میاره. اگه کلاس های هفته پیش رو گوش نکردین، حتما go back and listen to them. تو لول نفش که شکلیم بود، how we are supposed to behave یاد گرفتیم، to be a givers. توی لول روح، پرشای زخور، همیشه یادمون باشه there is a negative forces that we have to appreciate the goodness. هفته پیش توی پرشای نشما که پارا رو خوندیم، یاد گرفتیم how to purify ourselves، درست against اون بوت طلایی بود. و این هفته تو لول خیا، 1 level higher than نشما، we gonna learn how we can change ourselves to have a better year. همیشه تورا پرشا ما رو prepare میکنن for the next event. And this next event is huge. ماه نیسان، اول ماه سال، is a huge event. And بعدش هم Passover. So what is this level of خیا؟ خیلی راجب خیا کم حرف میزنیم. همیشه راجب نفش، روح، نشما صحبت میکنیم. What is this level of خیا که تورا می به ما یاد میده؟ Again, این هفته is equal to خخما. تو لول خخما هستیم، ویزدوم، و کتاب ویزدوم هم داریم براخا میکنیم. Is the essence. ملخوت خخما رو داریم یاد میگیریم این هفته. لول خیا اون اسپکتی که به فارسی خیلی قشنگ میشه فهمیدش، بهش میگن غریزه. غریزه به فارسی میشه لول خیا. شاید دیدین که یه سری پرنده ها هستن که کوچ میکنن بین قاره ها.
Can you imagine یه سری پرنده ها از آفریقا میرن اروپا، از استرالیا میان آمریکا. They travel thousands of miles. و چی کار میکنن؟ First they gather. They gather in one place. They gather in one place. هزار تا شاد، صد هزار تا شاد، میلیون پرنده یه جا جمع میشن. انگار تو سرشون یک ساعتی وجود داره، یک قدمایی وجود داره. And they don't have it. یه جا جمع میشن، بعد همشون با همدیگه سر یه ساعتی بلند میشن و میرن یه قاره دیگه، to another continent. It's not amazing. How do they know? نه کتاب دارن، نه کامپیوتر دارن، نه ساعت دارن. They don't have none of the tools. How do they know when to gather, where to gather, all together, moving a continent. به این میگن غریزه. به این میگن لول خیا، بالاتر از نفش، روح، نشامند خیا، غریزه. And on top of it, make it even more juicier. وقتی ما صبح که از خواب بلند میشیم و سیدو رو شروع میکنیم به خوندن، اولش از مده، بعد نتیلت یدن، بعد رفوا، بعد الوهای، the next prayer ما راجع به روستر میخونیم. We read about خروس. ما صبح از خواب بلند شدیم، the fifth blessing is about the rooster. و بلخواه چی میگه؟ میگه که بار کسی که سیدور کنیسا رو دارن، صفحه 15، باروخ اتا ادونا الانو ملخ عالم هنوتن لسیخوی، سیخوی یعنی روستر، بینا لفخین بین یوم و بین لیلا. خدا به روستر یک ویزدومی داده که میتونه بین شب و روز رو تعیین بکنه، میتونه کی بیاد، که میدونه کی روزه، تشخیص بده. همینطوری که میدونین یک ساعتی هست بهش میگن نت، که شب تموم میشه و روز شروع میشه. It's about 5:30 و به چشمم دیده نمیشه، ولی فقط یک موجود تو دنیا هست که میتونه ریکوگنایز بکنه اون ساعت رو، از روستر، که هممون میدونیم شروع میکنه به کوکولی کوکو. You know, exactly in that moment که شب تموم میشه و روز شروع میشه و هیچ ربطی به آسمون نداره که هوا روشن باشه یا تاریک باشه یا ابری باشه. این روستره رو بذارنش توی بیسمنت تاریکی 100 متر زیر زمین، هنوز هر اون ساعت صداشو میکنه. That's خیوت، that's خیا، that's غریزه، that's a wisdomی که امشب میخوام راجبش حرف بزنم. So how come we don't have these forces? Actually we do. و مثل تمام موجودات زنده که این غریزه رو دارن، ما هم داریم. ولی انقدر ما دیسترب میشیم، انقدر اکوپاید شدیم، we are so busy, you know, and we become so smart and so intelligent که قانونهای تازه شروع میکنیم برای خودمون. ایگو تک اوور میکنه and we put aside this خیو، this غریزه. What is the right thing for me? When is the right place for me to be at? با کی میتونم در تماس باشم؟ And when to be in the right place in the right time? So انقدر مایند ما هم بیزی شده، هم سمارت شده، هم اینتلیجنت شده که این غریزه رو توتالی تک اوور کرده. So حیوان ها، they don't have business. They don't have اخبار گوش نمی کنن. They don't think, the ego don't take over their consciousness. فقط این خیوت رو فالو میکنن، غریزه رو فالو میکنن. و چیزی که تورا به ما میخواد یاد بده، یکی از راه‌های ساکسس، موفقیت ما، اینه که دوباره این غریزه ها رو، این خیوت رو تو خودمون زنده بکنیم، بیدار بکنیم. You know, I'm sure همتون یه اکسپرینسی هایی داشتین، you feel, you know که this person is right for you or this person is wrong for you، یا یه جایی is good for you، یه جایی برای ما we feel like it's not good for us، نگتیوه، یا فکر یا حس میکنیم که I should be somewhere or I shouldn't be somewhere. So این غریزه is very powerful.
it's God given, you know, in Chayute. ولی trustش نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم ما smartریم. You know, we are so, our schedule is so busy. We are influenced by the outside world. یا compare می‌کنیم، یا copy می‌کنیم، یا follow می‌کنیم. You know, following is a big deal, مخصوصا توی شهری که زندگی میکنیم. Hollywood, you know, is so luxurious. We just want to follow other people. در صورتی که هر کسی غریزه خودشو داره. هر کسی لایفستایل خودشو باید داشته باشه. Destiny و purpose خودشو داره. این غریزه به ما میگه. What you're supposed to do? همینطوری که هممون امشب تو این کلاس ظهر هستیم به خاطری که این خیتونه، این غریزه درونمونه که میدونه که احتیاج داریم به این wisdom. We should be part of this wisdom. و ایگو رو میذاریمش کنار. ایگو میگه که you should be sleeping, you should watching TV, you should take care of your body. ولی این غریزه take over کرده و ما رو به جای درست هدایت کرده. So هم بر چون قبل از سال جدید ما هستیم, we gonna start a new chapter in our life. تو را به ما یادآوری میخوام بکنم که be aware of this غریزه, این خیوت, let it help you, بذار بهت کمک بکنه که این guided بکنه تو این جورنیه. و Jewish life is very easy. It's very easy. It's difficult in a way, but it's easy to follow. غریزه دقیقاً به ما میگه که کجا باید باشیم. میدونیم که شبات‌ها باید پیش تورا باشیم. میدونیم صبح باید کانکشنمون رو داشته باشیم. غریزه به ما میگه what relationship is right, what relationship is wrong. بعضی وقتا این ایگوه خودشو فورس میکنه توی ریلیشنشیپی. این ایگوه ما رو فورس میکنه توی سیتویشن هایی یا توی جاهایی که باید بریم. ولی غریزه knows better. The خیوت knows better. و این پرشایی که این هفته پرشای ویکل و پیکودی is very similar to the same subject. پرشای ویکل به معنی gathering yourself, gathering your people. تو را با اینجا شروع میشه که خدا موشه میگه gather your people. به خاطر که بدونیم کجا هستیم, ما دو سه هفته پیش پرشای تروما خدا موشه دستور داد که یک میشکانی بسازین, یک تبرنیکال بسازین, یک کنیسای موقتی بسازین توی صحرا که پروتکتتون بکنه تا وقتی که برسین اسرائیل و بیت المقدس رو بسازین. بعد هفته پیش هفته پرشای کیتیسا ارورو و نگتیف فورسایی که با ما از مصر اومدن بیرون باعث شدن یه خدای طلایی, بت طلایی بسازیم. و موشه برگشت and he destroyed the eagle as a half. And این پرشا دوباره خدا موشه میگه که build the مشکان again, دوباره این تبرنیکا رو بسازه. و کسایی که سالیان سال تا فالو میکنن پرشای این هفته, پرشای ویکل is identical به پرشای تروما. همون پرشایی که خدا موشه گفت چطوری تبرنیکا, چطوری این temporary به تمام داشته بسازن, دوباره کلمه به کلمه ریپیت شده تو این پرشا. Why? برای چه عجب همون structure, چوب, طلا, پرده استفاده بکنین, اینا رو به هم وصل بکنین و یه میشکان بسازین. It's identical. Why two parasha identical to each other? یکم اولش فقط فرق میکنه. You know how difficult it is to write the Torah? این سفره چه عجب دوبار این قسمت رو باید بنویسه. Exactly the same. بعد understandingی که ما داشتیم این بود که وقتی که اولین بار خدا موشه میگه چطوری این تبرنیکال بسازیم, ارورو این نگتیف فورسه با ما بودن. و الان این دفعه که دوباره ما داریم
میشکانو میسازیم، ارورف دیگه با ما نیستن، این نگتیو فورس هایی که بوته ترایه ساختن دیگه با ما نیستن و دوباره خدا همون اینستراکشن رو داره میده که چطوری ما میشکانو بسازیم. سو اگه اینستراکشن همونه، اگه درست همون تبرنیکاله، اگه درست همون سایز و همون اندازه و همون متریاله، why repeating it twice؟ میتونست تورا بگه که همون چیزی قبلا بهتون گفتم بجز بدون آدم نگتیو ها استفاده بکنی. دفعه پیشون آدم نگتیو هم کمک کردن، پول دادن، کمک کردن بسازن، این دفعه میگه که نه، ویکل آدم های درست رو جمع بکن، این دفعه فقط آدم های درست این تبرنیکال رو بسازن. This is the story of the Torah. Why repeating the same thing twice? And the Zohar, this section, wow, it goes totally very thick Zohar and explaining about these negative forces. What is this negative forces? حالا چه عجب، نمیخوام بیشتر از نگه دارم، دو بار Torah repeat میکنه، چون که یک قانونی تو یونیورس هست، اگه ما با عصبانیت، با نگرانیت یه چیز رو بسازیم، انرژی اون آیدومه خوب نیست، نگتیوه. اگه با خوشحالی و هپینس یه آیدومه رو بسازیم، اون آیدومه is always gonna be good and shiny and full of energy and goodness. تو حالا I'm sure experience کردین، اگه یه غذایی رو با ناراحتی و عصبانیت درست بکنیم، it's not gonna come out good. همون غذا رو با love درست بکنیم که بخوایم بچه‌مون رو غذا بدیم، غذا is gonna come amazing. Same things with building a house, same things with building a clothing, same thing with everything. اگه با یک انرژی نگتیوی یک ریلیشنشیپ اپروچ بکنیم، is not gonna work. با یک انرژی پوزیتیوی ریلیشنشیپ اپروچ بکنیم، اون ریلیشنشیپ is gonna work. اگه با یه نگتیو انرژی وارد یه اتاقی بشیم، تمام اتاق انرژیش عوض میشه. So the Torah is telling us whatever we touch, whatever we build, whatever we make، هر جا که پارتیسیپیت میکنیم، هر جا که یک قسمتی هستیم از اون گروپه، اگه انرژیمون نگتیو باشه، is gonna influence everything and everybody. تو حالا دیدین یه پیرن میخریم، within one hour یک غذای روش میریزه یا کثیف میشه، or something happened to it. یا بعض وقتی یه لباس میخریم، it lasts for years, nothing happened to it. It depends to the energy, to the consciousness, to the purpose of purchasing that item. So Torah داره یه awarenessی برای ما میاره که یک negative forcei هست که is very destructive، chaos میاره حتی تو سلامتی، مخصوصا تو سلامتی، که if we carry this negative force it brings chaos and destruction to سلامتی، chaos and destruction to business، chaos and destruction to relationship. You know, if with a negative energy we touch anything, it's going to become bad. حالا what is this negative energy? What is this dark force که زهر very scary stuff راجع به صحبت میکنه؟ توی بیسیک کابالا یا همیشه ما صحبت میکردیم، میگفتیم که نگتیو فورس از lack of light. اگه جایی که نور نباشه، obviously negativity take over میکنه. اگه خوبی نباشه، obviously بدی take over میکنه. This time around که الان advanced kabbalah هستیم، زهر با ما شیر میکنه که اون کانسپت درسته که lack of light bring negativity، ولی هنوز زهر میگه که there is a negative force regardless of how good you are. We know that there is angel of death. So it's a negative force. And چیزی که زهر میگه is regardless how good you are. الان یک پندمیکی هست، یک دیزیزی اومده. نمیپرسه are you a righteous person? Are you a rabbi? Are you a خداشناس هستی؟ چند بار تورا میخونی؟ It doesn't ask you. So there is a negative force regardless of how good you are can penetrate and can take over.
این نگتیو فورس خیلی جالبه، یه کابالیس مثال خیلی قشنگی میزنه و زهر هم اگزکتلی اینو دیسکرایب میکنه. 2000 سال پیش میگه که خدا نکنه یه نفر که مریضه میره دکتر، ازش اکس ری میکنن یا ازش کتسکن میکنن، اونجایی که دیزیز داره، جایی که مریضی داره، is a black dot, there is a blackness. جایی که نور نباشه یه بلک، جایی که نور باید باشه یه بلکنسی، یک سیاهی وجود داره توی عکس های اکس ری. دوست دندونساز من دارم، هر دفعه که دندونسازی دنبال یه دارک سپات میگرده بگه این دارک سپات is a cavity. So جایی که نور هست is healing, is برخا، ولی جایی که دارکه is a negative force، چانس داشته پنتریت بکنه. یک کابالیست یک مثال خیلی قشنگ دیگه میزنه، میگه که ما میریم رستوران and we don't know، نمیدونیم قبل از ما کی نشسته بوده اونجا، who sat over there. اگه یک آدم نگتیوی نشسته باشه تو اون صندلی قبل از اینکه ما بشینیم، we are not gonna enjoy the meal, we are not gonna enjoy the conversation، چون یک نگتیو فورسی اون صندلی اون اریا رو تک اوور کرده یا اگزیست میکنه. So no matter how good we are، چقدر خوب باشیم، چقدر صدیق باشیم، یک نگتیو فورس هایی هست، there is a negative force that can harm us, bring chaos and destruction. و پرشای این هفته که دوباره ریپیت میکنه ساختن مشکان و exactly the same words، ولی میدونه چون که انرژیش فرق میکنه، consciousnessش فرق میکنه، اون ارورف دیگه توش وجود نداره. So هدف این کلاس اینه که میخوایم سال تازهی داشته باشیم، میخوایم ریلیشنشیپ های خوبی داشته باشیم، به سلامتی کامل برسیم، موفق باشیم، اون بلک داتا، اون نگتیو فورس ها، اون رانگ فورس ها is not going to be part of our year. و ما اینجا نیومدیم کسی رو جاج بکنیم یا هیچ سیتویشنی رو قضاوت بکنیم، فقط اومدیم رو خودمون کار بکنیم. So we don't want to carry any negative forces, any thing wrong and bad and dark to the next year. الان زهر داره به ما warning میده، we had only few more days، سه روز بیشتر نمونده تا روش خودش. این مثال ها همیشه زدیم، you want to have a better year, we have to change ourselves. There is no way که میتونیم سال بهتری داشته باشیم اگه بگیج پارسال رو با خودمون ببریم تو سال دیگه. So this negative force is out there، جا بشه که پنتریت بکنه، و جواب ما اینه که اصلا اجازه بش ندیم که وارد بشه. این نگتیو فورس هممون میشناسیم که پنتریشنش از طریق یا عصبانیت یا هیت یا کنترلینگ یا جاج کردن یا ایگو یا جلسی یا گول چشامون رو میخوریم یا گول خواسته ها و هوسامون رو میخوریم. So we all good. We all good people. We all righteous people. ولی هنوز we are vulnerable to که penetrate بکنه این dark force، negative force and steal our happiness and health and success. اینجا زهر میگه که قشنگ، خیلی قشنگ میگه که سن آدم ها تعیین شده، 120 ساله. این کلمه 120 سال تصادفی نیومده. The human being life extensency is 120 years. ولی به خاطری که این نگتیو فورس ها پنتریت میکنن، شورتر و شورتر میکنن لایف آدم ها رو. So awareness, you know, having the right consciousness, the moment که نگتیو فکری میاد تو سرمون، نگتیو سپیچی میخواییم بگیم، نگتیو مووی میخواییم بکنیم، we have to be aware of it که number one beneficiary, the wrong beneficiary is us.
Many years ago, I decided not to associate with negative people, harmful people. Very negative force میتونه از آدم ها بیاد، میتونه از لوکیشن ها بیاد و میتونه از گلوبال باشه. So اخبارهای مختلف. So it could be people, it could be location, it could be things I see, it could be things I hear. و اسم این پرشا که ما باید یه میشکانی بسازیم، میگه که یک پروتکشنی من برات میسازم، یک کنیسای برات میسازم، یک تورایی تو این کنیسه باید بذاری که میاد پروتکتت میکنه از این نگتیف فورس ها. میرین تو همه کس به دو کنیسا نمیرن. It's only certain people. همه جور کانشسنسی ما وارد کنیسا نمی کنیم. همه جور سپیچی ما وارد کنیسا نمی کنیم. همه جور اکشنی وارد کنیسا نمی کنیم. So the Torah داره به ما میگه با ساختن این میشکان، با ساختن این کنیسه، I give you protection against all these negative forces. The moment که ما میرم تو کنیسا we feel good. The moment we see the Torah we feel amazing. The moment we see the good people we feel great. The righteous good people. تو دنیای بیزنس یا تو دنیای شش روز هفته wow we have to deal with so many different mentality and consciousness. ولی کنیسا این Torah یه protection shield، یه protection shield برای ما against these negative forces. خیلی جالبه که کشتی نو که تو زوهر هم صحبتش میکنه بهش میگن آرک، بهش میگن توا، و اونجایی که ما تورام نگر میداریم بهش میگیم آرک اند توا، رایت؟ سو همون پروتکشنی که اون کشتی اون آرک برای نوح آورد، زوهر اینجا میگه که همون پروتکشن هم آرک کنیسا و تورا برای ما میاره. راجبه نگتیف فورسز و نگتیف پلیسز صحبت کردیم. And in the other side, how positive is Kenisa, Kenisamun. تمام تورایی که خونده شده تو این توی دیوارا، توی سنگا، توی تمام اتمسفر کنیسا forever is going to stay. تمام بر میتسوا، تمام عروسی ها، تمام موعدا، تمام کیپورایی که ما داشتیم، تمام انرژی های خوب اون روزا تو کنیسامون هست. That's why we go there, we feel so good. چه عجب ما تو خونامون کنیسا شباتو نمیگیریم، چون که we know there is a good energy over. So اینجا تورا به ما میگه که there is a protection, there is a Magen David protection shield to protect us from these negative forces. And همه تون اکسپریانس کردیم، منم اکسپریانس کردم. Our life totally changed the moment we came to کنیسا. We become part of these classes and learning Kabbalah, our life change. Baruch Hashem, we are getting better, successful. We're going toward healing, happiness, ازدواجای خوب, relationship‌های خوب. Somehow we are disconnecting from these negative dark forces and we are connecting to good forces. یه جایی که زوهر همیشه باتون شیر کردم، ولی این دفعه دوست دارین میتونین بخونینش، کتاب زوهر 12 سکشن صفحه 186. و زوهر خیلی اکستنسیولی صحبت میکنه از نگتیف فورس هایی که تو سمیتری هست، یا نگتیف فورس هایی که among you know people that they are diseased they passed on. از تمام جاهایی که زهر صحبت میکنه در داره نگتیویتی توش ممکنه وجود داشته باشه، over and over for many pages the Zohar speaks about cemetery. So that this is the source of all the negativities. This is the home of angel of death, Malach HaMavet. So Zohar is warning us not to go, you know, unless we have to. توی سوسایتی متاسفانه شده یک حالت سوشال ایونت. ولی زوهر is I'm not saying it, it's in the Zohar of this week. And especially the woman.
The Zohar warned خانوما رو warn میکنه بیشتر از مردا. And we're gonna explain to you why. So علتی که خانوما رو warn میکنه, you remember وقتی که تو heaven بودیم snake کیو گول زد, کیو penetrate کرد, was Chava, was the woman. سنیک چانسی نداشت با مرد, ولی موفق شد از طرف خانوما خوا, و بعد خوا رفت آدمم اینوالو کرد. سو علتی که زهر وارنینگ میده به خانوما که نرن سمتری, میگه همون اوپنینگی که توی بهش بوده که دنخش ده سنیک تونست خوا رو پنتریت بکنه, هنوز همون اوپنینگ ایز اویلیبل. And it's getting worse که اون نگتیف فورسه رو بعدن the woman takes home to the husband and to the children. یه چند تا قوم هستن, یه سری از عربا هستن, یه سری از قومای دیگه هستن, کریشنه هستن که no woman is allowed in a cemetery. They know, they're aware of it. ولی we forgot about it. So negative energy that can penetrate is one of them is cemetery or تمام این مجلس های negative for disease. یه علتی که کسایی که یه عزیزی ها دست میدن تا هفت روز نمیتونن غذا بپزن is exactly this reason, because a negative force visited them and anything they touch is going to become negative. Now we don't touch the people in a shiva, we don't hug them, we don't eat their food. حتی بلند هم نمیشن, جلو ما بلند نمیشن, چون we don't want to raise up that energy, we want to keep it calm down. So I know it's like tradition and I know maybe it sounds superstitious, but this is in a Zohar and exactly in a Torah. میگه یک خونه بساز, یک بیت المقدس بساز, یک لایفی بساز, یک بیزنسی بساز without any negative forces. These negative forces bring chaos and destruction. حالا خیلی ها هستن که سر کارشون, سر بیزنسشون, تو فکتوریاشون تورا دارن, زهر دارن. And I know همیشه ما اینو میذاریم برای پرپس شاید درآمد خوب, پرنسای خوب, بیشتر اینکام داشته باشیم. ولی the true purpose of having a Torah or Zohar or any religious thing in our business اینه که اون پروداکتی, اون سرویسی که ما پروواید میکنیم according to Torah و Zohar باشه. نه به خاطر پرنسا, نه به خاطر پول بیشتر. به خاطر که اون پروداکت, اون سرویسی که ما داریم میدیم پیور باشه, کلین باشه. هیچ ما سرویسی نمیخوایم بدیم که نگتیو باشه, یا پروداکتی بدیم که نگتیو باشه. زبون فارسی is amazing. یادتون میاد که همیشه میگفتن اگه خدا نکرده از یه نفر یه جنسی بخریم که دستش بد باشه, هیچ وقت اون جنس پروفیتبل نیست, یا چشش دنبال اون جنسه باشه. ولی از یه نفر که جنسی بخریم براخامون بکنه, بگه انجویش, لذتشو ببرین, have fun with it, we're going to receive so much blessing from that idol. That's why I don't recommend chune zadan. I don't recommend grounding people. اگه با یک عصبانیت, اگه با یک حالت بدی از یه نفر جنسی رو بگیریم, اون جنسه به خاطر که اونرش با یه حالت بدی به ما داده, is not going to be a blessing to us. So وقتی ما تو بیزنسمون تورا یا زهر داریم, چون we want to provide good energy, we want to provide good service. و the reward اصلی اونه که با برخا به یه نفر جنس بدیم, و دعای اون طرف و انرژی خوبی که اون طرف داشته باشه میاد ما رو پروتکت میکنه. ولی خب مایند ما, again we live in Hollywood, all we want is more wealth and money. ولی the real consciousness is to give هر پروداکتی که میدیم, هر سرویسی که میدیم با blessing باشه, با خوبی و purity باشه, نه با negative force. That's why we have Torah in our businesses, for no other reason.
So we talk about how powerful Kenisa and Torah is. Torah is carrying 5,000 years of blessing for us. هر دفعه که ما تورا رو گوش میکنیم یا میشنویم یا فالو میکنیم it's carry so much goodness. هیچ انرژی خوبی از بین نرفته. And be aware of negative people, negative situation. Don't put yourself in negative places, negative situation, negative conversation, negative news, negative actions. It's that darkness, that's negative force is very harmful in the long term. زهر صحبت از دیزیزز میکنه، از مریضی ها میکنه، میگه که او یک دفعه میگیم او چه فلانی همچین مریضی رو گرفت یا یه نفر همچین مریضی و دیزیزی رو گرفت. It didn't start that day. It started many years ago by injecting, by making an opening to this negative force to come in. و خودشو manifest میکنه as a disease, as a destruction down the road. بیاین این قسمت زهر رو با هم دیگه بخونیم. We are in page book number 12 صفحه 187 سکشن 42 و در... که اینجا صحبت از این میکنه که gather yourself. ویکل خیلی جالبه، ویکل میگه gather yourself، میگه بچهاتون رو gather بکنین، زناتون رو gather بکنین، بچه های نوزاتون رو gather بکنین. بچه که تازه به دنیا اومده چه کمکی میتونه بکنه به ساختن بتمیگداش، به زمیشکان. ولی منظور زهر اینه که gather, put yourself together. و زهر میگه gatheringی که به معنی انگلیسی ما داریم میکنیم این reality، منظور این پراشه اینه که separate yourself from negative people, separate your family from negative people and situations. یک اخلاقی که ما داریم یا ایگو ها، we rush into negative places instead of rushing ourselves to good places. Many years گفتم هیچ وقت اخبارهای نگتیو رو پسا نکنین توی سوشیال میدیا. Somehow این فورسای نگتیو درونمون میخواد به همه رو گرفتار بکنه. ولی we have to put an end to it. Rush to good conversation, rush to positive places, rush to positive people, rush to Kenisa and Torah, که یه شیلد و یه حفاظتی بر ما میاره. So این قسمت زهر رو با این کوانه میخونیم که again, we are not here to judge anybody or situations. We are here که فقط خودمونو درست بکنیم. سپریت بکنیم نگتیو فورسایی که درونمون هست. خیلی جالبه که این پرشا رو دوران این پندمیک میخونیم. این پندمیک چی باعث چی شد که put ourselves together, come back home, stay home, gather ourselves, you know, stay away from the negative out there. یک کوالیتی که این نگتیو فورسه داره خوب و بد تشخیص نمیده. دوباره برمیگردیم تو به زبون مثالای فارسی که amazing میگن آتیش چوب تر و خشک نمیشناسه، همه با هم میسوزن. So it doesn't matter how good you are. If we put ourselves in a negative situation or negative conversation or negative place, it's going to penetrate. So we have to gather ourselves and separate from negative people and situation. با این کوانا این قسمت زوار رو میخونیم که برای سال جدید gather the goodness within ourselves and separate ourselves from negativity. Negative conversation, negative people, negative situation is the source of all the chaos and destruction in our life. نه تصادفی وجود داره، نه misfortune وجود داره، نه unlucky وجود داره. It's just us making an opening to this negative force to come in. با این کوانا قسمت رو میخونیم که به ذاتشم have a wonderful year.
ויקהל משה וגומר, ההדר לון כמלכדמין, עובדה דמשכנה, אמר רבי חיה, כולה כמה דאיתמר, ועברה דמשכנה לא אעביד אלא מישראל בלוכידיהו, ולא מעינן ערב רב, בגין דעינן ערב רב אמשיכו, ליה למלאך המוות, לנחתה לעלמה, כיוון דהסתכל משה ביה, אשדאי לעינן ערב רב, לבר וקניש לו לישראל ובכיודהו, הדהו דכתיב ויקהל משה וגומר. So we already explained it. We don't want to give energy. We don't want to make an opening to these negative forces. We want to follow Moshe and Hashem. یک قسمت جالب میخواستم با تون صحبت بکنم. یک قسمت هم از پرشای پیکوده میخونیم که ظاهر پیکوده هم حتما ازش خونده شده باشه. یه قسمت خیلی قشنگی تو این تورام هست راجب شبات. I know we are running short on time, ولی کسی که دوست دارن صفحه 260 is all about Shabbat, که how Shabbat دوباره ما رو سپریت میکنه از نگتیف فورس ها. Another tool که می جنگه با این نگتیف فورس ها پنتریت نکنه is Shabbat. Shabbat ما we gather with our own family, right? We don't gather with our employees. We don't gather with, you know, business people. Shabbat, we don't listen to negative news. Shabbat, we don't have negative conversation. و یک تولزی که کمک ما میکنه against these negative forces, Shabbat. و این قسمت زوهر explain میکنه که شبات ها یک نشمایی به ما اضافه میشه که این نشمایه اومده برای ما پوزیتیویتی، بلسینگ، براخا سلامتی بیاره. کانتراکت بکنه نگتیو فورس هایی که شاید دورینگ دی ویک پنتریت کردن. سو شبات از ماچ از وی لوف ایت، وی هاف تو لوف ایت ایون مور، که یک انجلی، یک نشمایی اومده که برای ما لایت آورده اگینست دیز نگتیو فورس ها. لتس رید ایت، چون که راجبش حرف زدیم. سو کتاب زوهر 12 صفحه 260 سکشن 184 و که دین اتوصف روح نشمتا به اسرائیل الکل خط به خط و به هایی نشمتا یترا نشین کل اتوا و خیمتا ولو اشتکخ بر خدوا لیلا و تیتا و هو روخا دنخید و ده اتوصف به بنی علما بعد نخید ات خسه به بسمون دگنتا د ادن و نخید به شرع علمه کدیشا زکاین اینان کد هایی روخا ات آ then a ruach of the soul is added to Israel to each and everyone with the additional soul all sorrow all worth are forgiven or forgotten. میگه به تمام اسرائیل ها شبات ها یه نشمه اضافه میشه، تمام نگرانی ها، تمام غم ها پاک میشه. And above and below there is only joy. و این نشمه ها فقط برای ما خوشی بیاره. Exactly against the negative. Again اگه یادتون باشه که میدونین دور از همه بعد 120 سال یه نفر که از دنیا میره شبات میشه دوباره لباساشون عوض میکنن. They go back to normal. That's the only remedy. There is no other remedy to fight this force. That ruach that went down as the addition to the world's inhabitants. When it comes down, washes itself with the perfumes of the Garden of Eden. میگه وقتی که این نشمه روز شبات میاد با عطرای بوی خوب بهشت میاد ما رو کلنز میکنه. And descends to rest upon the holy nation. Happy are they when that ruach is aroused. میگه خوش باله کسی که این نشمه ها رو روز شبات میگیره که از همون شب شبات شروع میشه با آواز خوندن شالوم ملکه. یک داشتیم راجع به صحبت از این میکردیم که وقتی ما یه جنسی رو به نفر میفروشیم یه سرویس میدیم با خوشقلبی، با لاو، با پیوریتی، با گود کانشسنس بهش بدیم. خیلی جالبه به زبون عبری ما یه کلمه باروخ داریم. وقتی که میخوایم یه غذا بخوریم میگیم باروخ، رایت، میوه، غذا، آب، نوشیدنی.
وقتی که میخوایم برخا تورا بگیم، میگیم باروخ. و یک کلمه هم داریم به اسم برخا. برخا یعنی blessings. So باروخ is the male aspect. به زبون عبری وقتی که هی آخر کلمه میذاریم میشه female. باروخ is the male and برخا is the female. Right? کسی که عبری بلدن. So the aspect of blessing, Baruch is male and Berakha is female. Baruch is when I give blessing, Berakha is when I receive blessing. Pay attention to this amazing wisdom of Kabbalah. وقتی که ما Berakha یه میوه رو میگیم، میگیم Baruch، نمیگیم Berakha. In reality ما داریم blessing میدیم به اون میوه، به نشمه اون میوه و elevateش میکنیم. وقتی کسی یا آقایی میاد تو کنیسا برخا تورا میگه، میگه باروخ اتا ادونای، داره بلسینگ میده به تمام آدمایی که تو کنیسا هستن. کسایی که میان بغل من وای میسن بهشون میگم که این برخا برای شما نیست. You are the channel که بلسینگ تورا رو به همه بدی. چرا فکر میکنی ما حتما باید کوهن داشته باشیم، بعد لوی، بعد اسرائیل؟ برای اون آدمه نیست، برای اون 500 نفره که تو کنیسا نشستن. So in reality the blessing is in giving. ما تمام کارامونو با باروخ شروع میکنیم، نمیگیم به ما بده، میگیم we want to be the giver. So شاید این کلمه رو توی کبالا شنیدین، that sharing is receiving, giving is receiving. الان فهمیدین که چطور این جمله کار میکنه. همیشه تو spirituality be a giver, give, donate, volunteer. الان یاد گرفتیم که giving is in receiving. When you give, you receive. تمام blessing هایی که ما میگیم با باروخ شروع میشه. We give blessing to other people. So وقتی که یه چانسی داریم که برخا بگیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم I'm receiving blessing, I'm receiving healing, I'm receiving something. No. ما یه چنلی شدیم که in reality give a blessing. و the real receiving is in giving. وقتی که ما برخا میدم that's when I receive. حالا ما تو زبون فارسی میگیم بیا برخا بگیر، بیا برخا بگو، ولی همچی کلمه وجود نداره. In reality is باروخ. باروخ. همه چی میگیم باروخ اتا. So the receiving, we want to receive something, we give it. The male means that I'm a giver. And beracha is when I'm the receiver. When I'm the receiver. تو receive کردن همیشه یک قانون داره. هیچی مجانی نیست. So it's better to give and then the universe gonna give us back than expecting to receive all the time. So I hope I was clear in that. A real beracha is the baruch when I give a blessing. That was a good point I wanted to share. So in this coming year, again we want to have a wonderful year. So we want to be the giver. The giver, not to expecting. Another pointی که میتونیم استفاده بکنیم برای سال جدید، kindness. خیلی زهر از صحبت از kindness میکنه. این kindnessی که practice میکنیم، more and more kindness, compassion and chesed، یک حالت ریورس کردن این نگتیو فورس های درونمون داره. وقتی خودمونو از رو راحتی کایند هستیم doesn't do much، ولی توی uncomfortable situation کایند باشیم we are pushing out this negative force from our life. Right? Does it make sense to you? When we are pushing ourselves to be kind in an uncomfortable situation, this is when we are pushing out the negative forces within us. So be aware of it. اگه یه uncomfortable situationی برامون پیش اومد، سخته، بارونه، سرده، good.
اگه چانسی پیش اومده که کایند باشم, this is the time we push away the negative force within us. The Kabbalists میگن که religious شدن is easy, spiritual شدن is easy, being kind, you know, is not easy. It takes a lifetime. که آدم مسترش بکنه. And kindness more purify میکنه from this negative forces. یک اسپکت دیگه ای که زهر خیلی راجبی صحبت میکنی هفته is patient. Having patient. این مشکانی که بنی اسرائیل قرار بود درست بکنن در از یه روز دو روز پول جمع شد, طلاها جمع شد, سه ماه طول کشید که پیساشو ساختن, بعد سه ماه منتظر شدن که موشه این میشکانه رو put it together. روزی که میشکانو ساختن اول نیسانه, همین سه روز آینده که در پیش داریم. So کلاس که لود کردیم مال چند سال پیش زهر هم خیلی رو راجبه صحبت کردیم. Patient and waiting for it is huge in spirituality and Kabbalah. Nature ما اینه که I want it now, as soon as possible, I want it now. ولی we have to learn how to wait when is the right time in the universe. یک راهی که این negative force ها پنیترینت میکنن, ما همه چیز رو right away میخوایم. I want it on my time schedule. و باعث میشه که دعوا بکنیم, اگریسیف بشیم, نروس بشیم, اگزایتی داشته باشیم. I want it now. ولی یونیورس یه تایم سکیجوالی داره beyond our understanding. این پولی که مردم داده بودن برای کنیسه و این جنساشو که آماده کرده بودن, سه ماه پیش آماده شده بود, ولی اینا سه ماه منتظر شدن که اول نیسان بشه. و تورا و خدا داره به ما یاد میده having patience with children, having patience with our wife and husband, having patience with business, having patience with this pandemic, with this virus. So a key not to let this negative force to penetrate is having patience. بیاین قسمت کتاب 13 هم بخونیم, کتاب 13 زهر. لااقل سالی یک بار این کتابا رو باز کرده باشیم, نمیخوایم تو شلفمون بمونن. So we are in a book number 13. تموم این کتاب مال پیکوده, so this is the only chance we have to read from it. Page 199, section 346. صفحه 199, سکشن 346 میگه که وقتی که بنی اسرائیل طلاها رو آوردن, جواهرها رو آوردن, پولا رو آوردن, پارچه ها رو آوردن, مس, آلومینیوم, چوب, پرده ها رو آوردن, همه بردن پیش موشه که موشه کنیسا رو براشون درست بکنه, میشکانه رو درست بکنه. So تو این سکشن زهر به ما یاد میده که we have to be connected to our teacher, موشه ربنو. We have to be connected to our Torah. We have to be connected to Hashem. موشه is representing the Torah. موشه Torah رو نوشته. موشه representing Hashem. And موشه and Torah and the Creator knows what is the right thing for us. What is the right time for us. What is the right place for us? What is the right relationship for us? So, in reality, by being close to the Torah, by being close to Kabbalah, by being close to Moshe, by being close to Kenisa, we get idea, we get intuition, we get the direction. What is the right choices to make in our life? نه اینی که بیان از یه نفر بپرسیم what is the right thing to do, بلکه وقتی که نزدیک هستیم به تورا و موشه و our teachers, the کنیسا, این ایدیا میگیریم, intuition داریم, direction میگیریم, we have a clue what is the wrong thing to do, جواب سوالامونو میگیریم. So the Zohar is asking us to be close, to stay close,
to this wisdom. با این کوانا این قسمت رو میخونیم که نزدیک بشیم به موشه ربنو، به هشم و به تورا که گایدنس به ما بده to reach success, health and happiness in this next coming year. ועלדה ויבוא אל המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליו וחד היתהו ליה למשה כולה היתהו ליה בשופין דיון כל חד וחד לאת קנה שאיפה בשאיפה לאלה דה בדה בקד הווה בענן להקנה דה בדה ולעלותה דה בדה לא הווה סליק בידיהון כיוון דאורייתיהו ליה למשה מיד כולה אסתלקין בידיה וכל שאיפה ושאיפה הווה אסתליק ועבל בחוטיה ההוד ויקם משה את המשכן וכתיב הוקם המשכן והא וכימנה. To summarize the class, and then we're going to say the blessing for the new moon, and we're going to learn a little bit about Aries, the new sign. So to summarize the class, we are supposed to live until 120, healthy, happy, successful, good relationships, good business, good house, full of blessing, full of barakha. The way to do it is to don't let these negative forces to come in. Sometimes, I see it. به خاطر یه دلار، به خاطر ده دلار، به خاطر صد دلار. We totally create a destructive situation. Nervous, anxiety, anger. یا سر یک مسائل کوچیک. زهر به ما warning میده. Don't گول اون سیتویشن رو نخورین. اون نگتیف فورسه، اون ساتانه که ما رو پوش میکنه که اینوالو بشیم، گلاویز بشیم به اون نگتیف سیتویشنه. Hurt somebody, steal something, cheat somebody, deceive something. It's a very small, stupid situation, but it can have a long-term negative destruction and chaos in our life. So we don't want to make an opening. We don't want to let this negative force to penetrate. And it's a very smart force. It's going to find a way to come in. Well, we have to be aware of it. و هیچ همونطوری که تورا دوباره تموم پرشا رو ریپیت کرد، ولی بدون نگتیف فورس میخوام بسازیم، میخوام یه خونه بسازیم، یه بیزنس بسازیم، ریلیشنشیپ بسازیم، فول آف بلسینگ without any negative situation. براتون پیش میاد. You see it every day. Okay, over something very small and stupid. We ruin our day. We ruin our who knows how many years از خودمون کات میکنیم به خاطر یک negative stupid situation. بیاین یک کلم راجب ماه نیسان. I just gonna say one thing and it's gonna cover it up. ماه نیسان، combination ماه نیسان is یود هی واف هی، is a perfect combination. We can have a perfect year and the first 3 months are awesome. The first 3 months of the year, ماه اریس، تارس and جمینای are awesome 3 months. And we're going to study hard. که اگه ماه اول پوزیتیو باشه، تمام سال پوزیتیوه. 12 روز اول نیسان are very important. They are the seed level for the next 12 months. What is the one big secret of ماه نیسان? Is slavery. بردگی. Slavery. تنها چیزی که ما رو slave میکنه is our ego. Our ego. غرور. Ego is the most negative force که فریدوم ما رو میگیره، که آزادیمون رو میگیره، خوشبختیمون رو میگیره. نمیدونم چه عجب این خبر تمام روز تو اخبار بود، به خاطر که میخواستم با تون شیر بکنم. ان ایگو هزار چهره داره. نمیدونم تو اخبار شنیدین، خیلی نزدیک خونه ما تو این اولمپیک
یه مرد پولداری برای پسر 17 سالش یک لامبورگینی میخره. اصلا how is it possible که برای یک جوون 17 ساله به یه ماشین بخره که 300 مایل در ساعت میره، و این جوون 17 ساله زده یک دختر خانومی رو کشته به خاطری که پدرش پولدار بوده، ایگو داشته، فکر کرده میتونه اینطوری خودش رو نشون بده، میاد برای پسر جوونش ماشین 7 میلیون دلاره میخره که 300 مایل در ساعت میره. And so many family got destroyed over ego. دیگه این فامیلی فریدوم ندارن. That's the end of the freedom. For the rest of our life they're going to mourn the loss of this girl. و این جوونی هم 17 سالم is going to have a very destructive life. There is no way که somebody is going to take somebody else's life and going to have a peaceful life. So ایگوه باعث شده که پدره بیای همچی کاری برای جوان 17 ساله بکن. And you know, maybe we should look into our life. حالا نه تو این لیول لامبورگینی 300 مایل در ساعت ماشین، maybe in a different levels. Our ego باعث میشه یک کاری بکنیم که is wrong. Freedom اونو میگیره. So آزادیمونو میگیره، هپینسمونو میگیره. یادم وقتی بچه‌هام کوچیک بودن زودی رفتم آیپد و کامپیوتر و لپتاپ براشون خریدم، فکر میکردم I'm a good father and I want to say I'll show off I'm the first father ever bought a laptop and iPad for the kids. The moment اینا آیپد و لپتاپ داشتن دیگه ما فریدمونو از دست دادیم. بچه‌ها رفتن پای کامپیوترها تو اتاق خودشون، no gathering, no interaction. So don't let the ego in this coming year to control our life. برمیگردیم به اول کلاس، اجازه بدیم اون غریزه‌مون، اون اینتویشنمون، اون خیالمون یه زندگی خوب و پرفکت و اون چیزی که برای ما باید باشه رو داشته باشیم. نه اینکه ایگو ما توی سیتویشن‌های بذاره، با یک آدمای بذاره، توی موقعیت‌های بذاره که blessing amuno adas bedim. So the lesson of Aries is ego, 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 watch out for it, is destructive, it takes away the freedom, it takes away slave mon mikone, ego slave mon mikone, un azadi mon azamon migire, un khaste ha, un havasay eshteba put us in a prison. و کسی که فکر میکنه که کمتر فکر میکنه کمتر داره، این ریالیتی بیشتر داره، چون که اون کمتره آزادی به ما میده، بیشتره گرفتاری بیشتر به ما میده. سو با اینجا کلاس رو تموم میکنیم. Thank you very much. Have a good Shabbat. Join